سلام دوستان، چهارشنبه است، دوم فروردین 1402، 22 مارچ 2023. یادتونه چند وقت پیش وزیر ضد اطلاعات و ضد فناوری دولت رئیسی، وزیر ارتباطات یا ضد ارتباطات، آره اسمش چیه؟ وزیر ارتباطات دارن، یعنی عملا وزیر ضد ارتباطاته، گفتش که آقای رئیسی آیتی من نیست ولی آیتی فهمه. خب حالا اینکه کسانی که دارن صحبت‌های رئیسی رو گوش میکنن، سخنرانیش رو میبینن، اظهار نظرهاش رو میبینن، حرکات حتی بادی لنگویجش میفهمن که چقدر این اصلا به طور کلی فهم داره. حالا شرف و انسانیت رو درک کنه که جای خود که این آدم قاتلشون از آن نداره، یعنی فهم عادیش هم مشخصه. تا جایی که دیروز دیدید که هر بار مصاحبه مستقیم میکنه یا از حفظ مطلب میگه چقدر فول میکنه، تا دیروز انقدر عقلش نرسید که میخوان از رو نوشته بخونه روی صفحه متحرک مانیتور، انقدر عدد رقم نذارن که هیچکس باور نمیکنه رئیسی، نه رئیسی، کسی که نمیتونه انقدر رقم پشت هم دیگه حفظ کنه. اینم یه فولشون بود که برای اینکه حالا من شنیدم از کسانی که اونجا هستن مثلا 8.2% رو به حروف براش نوشن که دیگه مثل اون دفعه غلط نخونه. ولی به هر حال اینکه ایشون آی تی فهمه خیلی بر من جالب بود. مشخص شد کل دولت رئیسی و کل تشکیلاتشون از آی تی فهمی ندارن. خب دیروز برخلاف سالهای گذشته اعلام شد که ساعت رسمی کشور تغییر نمی‌کنه. البته این قانون مربوط به اردیبهشت سال 1401 بود که اردیبهشت 1401 تصویب نهایی شد، شورای نگهبان هم تایید کرد و ابلاغ شد برای اجرا که از ابتدای سال 1402 ساعت تغییر نمی‌کنه. خب حالا اینم تصمیمیه، خیلی از کشورها این کارو می‌کنن، خیلی مهم نیست. منتها در جمهوری اسلامی الزاماً بر اساس فهم و درک و محاسبه نیست. حالا چون دولت قبلی این کارو کرد، اینو برعکسش انجام میدن. یعنی اگه مثلا دولت روحانی احتمالاً اگر تصویب می‌کرد که ساعت‌ها عقب کشیده نشه یا جلو نره، اینو برعکسش عمل می‌کرد. ولی به هر حال از اردیبهشت پارسال فرصت داشتن که مقدمات کار رو فراهم بکنن. ولی دیروز بسیار از افرادی که با موبایل کار میکنن یا با سیستمای حالا کامپیوتری کار میکنن، لپتاپ دارن و ساعت جهانی روش هست و ساعت تغییر میکنه بر اساس تغییرات جهانی، تغییرات فصل و بر اساس به اصطلاح میگن دیلایت تایم که در زمان هر کشور متفاوته و بر اساس همین گوشی‌های موبایل و کامپیوترها تنظیم هست بر اساس کشورهای مختلف. مثلا در آمریکا 2 هفته قبل ساعت‌ها رفت جلو، در بعضی از کشورها یه خورده دیرتر زودتر، ولی تنظیم هر سال اتفاق می‌افتاد. دیروز علی‌رغم اینکه ساعت‌های رسمی ایران جلو نرفت، ولی بسیار از کامپیوترها و موبایل‌ها یا اکثرشون ساعت‌ها جلو رفت. خب وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات که این کارا رو انجام میده و اتفاقا در سال گذشته خیلی فعال بودن برای اینکه انواع کرم ها رو بر روی سیستم های اینترنتی و موبایل ها و تلفن ها بریزن، محدودیت ها رو ایجاد کنن، 10 ماه فرصت داشتن که این مسئله رو از طریق جهانی و داخلی حل کنن که حتی 1 ساعت، چون میدونید برای بعضی از افراد این تغییرات میتونه واسه برنامه هایی که و نرم افزار هایی که رو تلفن هاشون یا کامپیوترشون هست و کارهایی که انجام میدن میتونه خسارت های زیادی داشته باشه. ولی به هر حال اینو انجام ندادن. این دولتی که رئیسش آی تی فهم بود، مشخص شد میگه مثلا فهم رو با کلمه فهم هم اینا مشکل دارن، خود کلمه فهم رو هم نمیفهمن. نه تنها رئیسش که ازش توقعی هم نیست، یعنی واقعا فکر نمی‌کنم کسی از رئیسی توقع داشته باشه که حتی گوشی موبایل رو درست دستش بگیره. احتمالاً باید مثلا یه علامتی بزنن که این بار بالاست این بار پایین، وگرنه حتی خوندن اونش هم که بلد نیست. ولی دولت بالاخره وجود داره، یه عده زیادی اراذل و اوباش اونم متخصص دارن، از این دولت حقوق می‌گیرن، ضمن اینکه آزار به مردم می‌رسونن، محدودیت ایجاد می‌کنن، یک سری خدماتی هم باید بدن. توجیه کردن، گفتن که برای اینکه این تغییرات اعمال بشه بایستی تنظیم باید اپراتور داخلی با شبکه‌های جهانی و سرورهای جهانی هماهنگ می‌کردن که ما این کارو کردیم، حالا راست و دروغش کردن خودشون. اما باید تولید کنندگان تلفن همراه هم به روز رسانی جدید میکردن. من فرض میکنم که حرف اینا درست، که قطعا از سران جمهوری اسلامی و مسئولان جمهوری اسلامی کسی حرف راست نمیشنوه و یقینا این کارو نکردن.
اما فرض کنیم که درست باشه، اینکه شما یک کاری رو نصف انجام بدید، 90% انجام بدید، 95% انجام بدید، اما 5% انجام ندید، مثل که هیچ چیز انجام ندادید. یعنی وقتی که ببینید یه موقعی کاری که شما فرصت دارید، حالا مثلا امروز نشد، خونه خالت می‌خواد بری فردا میری، اما یه چیزی محدودیت زمانی داره، فرص زمانی داره، اگه 95% هم انجام بدی و اما در ساعت 0 5% هم باقی مونده باشه انجام نشده. فرض کنیم شما راست میگید با شبکه جهانی، با سرورهای جهانی هماهنگ کردید، یعنی اپراتورهای داخلی با سرورهای جهانی هماهنگ کردن، اما اینکه بایستی تولید کنندگان به روز رسانه جدید رو منتشر بکنن و نکردن، شما مقصرید. در آخر شما پس چیکار میکنید؟ مردم که تک تک نمیتونن برن با تولید کننده تماس بگیرن، شما که در کشور بابت این محصولات گمرکی میگیرید، مردم رو تلکه میکنید، محدودیت ایجاد میکنید. چطور بلدید که محدودیتی که میخواید رو تلفن ها اعمال بکنید به هر طریقی که شده، از ورود بعضی از گوشی ها جلوگیری کنید یا اجازه فعال شدن ندید، که البته کور خوندید، مردم ایران همیشه بالا دست شما هستن، ولی به هر حال. اما اینکه فرض کنیم که تولید کنندگان خارجی به روز رسانی نکردن، یعنی شما کسی متوجه نشده در دولت، در دولت آیتی فهم ها، چطور اگر یک برنامه، یک نرم افزاری بیاد، یک بازی بیاد، یا مثلا در روی گوشی چیزی باشه که شما مضر میدونید، بلافاصله به هر طریق از طریق نرم افزار یا سخت افزار رو از اولش جلوشو میگیرید وقتی میخواد وارد چه، یا نرم افزارهایی که قرار نصب بشه محدودیت ایجاد میکنید، یا با انواع حالا فیلترینگ ها، بستن ها، محدودیت ایجاد کردن جلوش میگیرید. اما اینی که به نفع مردمه، اونی که بایستی، نه به نفع مردم، باید انجام بشه، جز خدماتی که شما باید ارائه کنید. شما یک تصمیمی گرفتید برخلاف سالهای گذشته، این حتی اگر، حتی اگر این وظیفه خارجی باشه و شما باید پول بدید، باید شما پولش بدید، مسئله مردم حل شه. همونطور که هر نوع درآمدی که از طریق همین گوشی ها ایجاد میشه پولش از مردم میگیرید، پیامک هایی که بی خود و بی جهت، بی اجازه مردم براشون میفرستید، پیامک های تهدید که میفرستید، احتمالا صورت حساب مردم براشون میفرستید. خب این من خب میگم چون خبر که صبح دیدم احساس کردم که این باید بگیم که این آیتی فهم ها، کسی که رئیس دولت که آیتی فهمه کارش اینه. اما ببینید که با چه دولتی مواجهید. فکر نکنید فقط همین دولتی که در روز پایانی سال ارزه نداشت، این همین دولت آیتی فهمه دیگه، رئیسش دولت آیتی فهمه، یک برنامه ریزی میخواست، گفتم به سابق نیست که پول بریزن تو کیسه بدن به کارمند، فقط یک برنامه ریزی میخواست که حقوق معلمان پرداخت شه. بعد قهرمان درست میکنه که آیت الله دکتر رئیسی در لحظات آخر دستور داد، وزیر امور خارجه هم رفت بانک، بانک ملی هم تقبل کرد، پس تقبل کرد پرداخت کنه. دوستان ببخشید یک لحظه. خب من نمیدونم این مصیبت تا کی ما باید بکشیم که حتی یک تکنولوژی هم که دیگران زحمتش کشیدن و کفار حربی، صهیونیست‌ها، امپریالیست‌ها درست کردن، اونجاییش که به ضرر مردم اینها به خوبی ازش استفاده میکنن، شنود، تعقیب از طریق ردیاب موبایل برای کسی رو پیدا کنن، دستگیر کنن، پرونده سازی برای مردم، اما که متاسفانه جنایتکاران جهانی و دزدان جهانی مثل زیمنس هم تا حالا با اینا همکاری کردن که بتونن از سیستم‌های پیشرفته شنود و تعقیب و مراقبت استفاده کنن. اما همین تکنولوژی‌ها وقتی که قرار در خدمت مردم باشه می‌بینید که همیشه میلنگه و پر مدعا. میگم این فرق هم نمی کنه، این ناتوانی در استفاده از تکنولوژی های روز و سیستم های آنلاین، چه پرداخت حقوق کارمندان دولت باشه که میگم مثل سابق نیست که کیسه پول بدن دست کارمند. این که در ماه اسفند که برای خانواده ها بسیار مهمه و به خصوص در شرایط فعلی که به برکت جمهوری اسلامی هر ماه تا هنوز پایان ماه نشده مردم ناچارن حقوق ماه بعد پیشخور بکنن، وقت برای ایام نوروز که برای خانواده خیلی مهمه حقوق معلمان رو پرداخت نکنن، روز آخر بیان فیلم بازی کنن که آیت الله رئیسی در آخرین لحظات دستور داد. این آیت الله رئیسی که هر شب میگفتش که من اینترنت رو چک میکنم، مرده بود که ببینه که معلم‌ها دارن فریاد میزنن میگن حقوق هنوز پرداخت نشده، و بعد مثلا زوروار بیاد قهرمان بشه بگه دستور دادن برید رسیدگی کنید، وزیر امور خارجه هم بره بانک بگه پرداخت شد، و نهایتا معلومه دروغ گفتن. این خبرهایی که اومده نشون میده که بسیار از معلمان حقوقشون رو کامل نگرفتن، و تازه وقتی هم گرفتن چه فایده، یعنی بسیارشون عملا در آستانه تحویل سال یا حتی بعد از تحویل سال امکان برداشت شدن که هیچ فایده براشون نداشت. یعنی اگه کسی حتی ساعت آخر میتونست برای خریدی برای بچه‌هاش بکنه، برای خانواده‌اش امکانش از بین رفت.
حالا در مورد ساعت هم، این که دیگه خیلی آسون بوده و 10 ماه فرصت داشتن که بر اساس قانونی که من اول صحبتم گفتم، این قانون هم نه به خاطر رفاه مردم، فقط در راستای لج و لج بازی های در اون حکومتی، چون دولت قبلی ساعت ورده جلو اینا نمیبرن جلو، اما آماده سازیش نکردن به طوری که دیروز بسیار از افراد دچار و بسیار از سیستم ها دچار اخلال شد و مشکل پیدا کردن. من حالا در لایو بحث خیلی مهمی دارم، از اون دعوت کنم حتما بیای، حدود فکر کنم ساعت 12 شب ایران میام، میبینمتون، خدا نگهدار.